هم برای مردم عراق و هم در سطح جهانی که پس میشه، پس میتوان، پس میتوان و باید اینطوری اشرف را آباد میکنه، اینطوری اشرف و مریم، شماها و مریم به پیش میبرید. اینه معنی کانون استراتژیک نبرد. الحمدلله چون عکسش پیش نیامده است و شما نخواهید گذاشت هیچ وقت پیش بیاد، چون تسلیم و بندگی و دریوزگی پیش نیامده است، کسی اون طرفشو ندیده. اما در تاریخ ایران هست. اگر بعد از کودتای 28 مرداد هم چنین مقاومتی و چنین پایداری بود، تردید نکنید که وضعیت سراپا فرق میکرد. به جای بریدگی و وادادگی و جذب شدن در سواک سلطنتی، پرچم پایداری و هیهات من نزله بالا میرفت. اصلا و ابدا یا دسته ارتجاعی خمینی امکان پیدا نمی کردند که به حاکمیت برسند. و این هم نامه دیگری از آقای ویدال در پاسخ به صحبتهای مالکی که نسخه های اون برای رئیس جمهور آمریکا هم رفته، برای وزرای خارجه و دفاع آمریکا هم رفته، برای وزرای عراقی هم رفته، برای ملل متحد و کمیسر عالی حقوق بشر و همچنین نماینده ویژه دبیر کل ملل متحد، برای سفیر آمریکا، برای فرمانده نیروی چند ملیتی و وزارت خارجه های مختلف. لطفاً گوش کنید. تاریخش 18 دسامبر. آقای نوری مالکی نخست وزیر عراق.